شدید جنگ گورکا میان باند خامنه‌ای و رفسنجانی همزمان با آغاز کار دولت آخوند روحانی. فضیحت مهندسی رأی اعتماد توسط باند خامنه‌ای با دخالت وزارت اطلاعات در مجلس ارتجاع. افشاگری علی مطهری نماینده مجلس. آنها نباید پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند. تفتیش عقاید می‌کردند، اعتراف گیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند. علی مطهری نماینده مجلس رژیم از دخیل بودن وزارت اطلاعات و مهندسی روند رأی اعتماد به وزرای کابینه آخوند روحانی توسط باند خامنه‌ای پرده برداشت و گفت آنچه مسلم است مسئولان چنین نهادهایی در این قضایا با نمایندگان همکاری داشتند. این رویه خوبی نیست. آنها نباید پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمایندگان را هدایت کنند. مطهری در مصاحبه با یک رسانه باند مغلوب فاش کرد وزارت اطلاعات برگه‌های بازجویی از وزرای پیشنهادی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده بود. وی افزود اینکه نماینده‌ها برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند برای همه سوال برانگیز است. یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم صحبت کند، اما منصرف شد و گفت که از جایی به وی دستور دادند. تأثیر برخی از بیرون در ماجرای رأی اعتماد به کابینه 11 بسیار آشکار بود. این یک آسیب است و باید تلاش کنیم که برچیده شود. یکی از کارهایی که علوی وزیر اطلاعات جدید باید انجام دهد تصحیح رویه‌های غلطی است که باب شده و باید تغییر کند. علی مطهری در بخش دیگری از اظهارات خود به وحشت رژیم از قیام و سرنگونی و به تصفیه حساب‌های باندی درون آن اذعان کرد و گفت معلوم بود ملاک تنها منافع نظام نیست، بلکه تصفیه حساب‌های سیاسی غلبه می‌کرد. اینکه بیش از حد بر فتنه تکیه شد نقطه ضعف جلسه ها بود. اینکه فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته یعنی تفتیش عقاید می کردند و اعتراف گیری داشتند و می خواستند افراد را وادار به توبه کنند. تصفیه باندی و برکناری معاون بین المللی وزارت نفت رژیم همزمان با آغاز کار وزیر جدید نفت. بیژن زنگنه وزیر نفت جدید رژیم آخوندی در یک تصفیه باندی در نخستین روز تصدی وزارت نفت حکم برکناری احمد خالدی معاون بین المللی این وزارتخانه را صادر کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی خالدی که پیش از انتصاب به معاونت بین المللی وزارت نفت در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت معاونت اقتصادی را داشت، مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی دلال نفتی رژیم را ابلاغ و سپس زمانی که خود در معاونت بین المللی وزارت نفت بود این مصوبه را اجرا کرد. وزارت نفت تا کنون چندین میلیارد دلار نفت به بابک زنجانی تحویل داده است که سرنوشت بخش قابل توجهی از آنها مشخص نیست. آخوند روحانی: سیاست خارجی جای شعار نیست. سیاست خارجی نیاز به تجدید نظر دارد، اما به معنای تغییر نیست. آخوند روحانی همزمان با آغاز تصدی جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه گفت سیاست خارجی نیاز به تجدید نظر دارد. این نکته به معنای تغییر نیست، بلکه تجدید نظر و اصلاح در تاکتیک ها مد نظر خواهد بود. وی افزود وزارت خارجه در برخی مسائل با کمکاری هایی مواجه شده که لازم است در آنها اصلاحاتی صورت گیرد. سیاست خارجه جای شعار نیست. سیاست خارجه جایی نیست که بدون دقت کسی بتواند سخن بگوید و یا موضع‌گیری داشته باشد. هر اشتباهی که در سیاست خارجه رخ دهد برای ملت سنگین خواهد بود. از سوی دیگر رئیس جمهور جدید رژیم پس از رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی برای وزارت آموزش و پرورش در رویارویی با باند خامنه‌ای او را به عنوان معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد. این همان سمتی است که در دوران احمدی نژاد رحیم مشاعی تصدی آن را بر عهده داشت. روحانی جعفر توفیقی از وزرای سابق رژیم از باند مغلوب را نیز به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. هشدار آخوند موسوی لاری وزیر کشور سابق رژیم: اگر روحانی به آن مطالبه تغییر وضعیت موجود در دو حوزه امنیت و معیشت پاسخ ندهد، کسانی که به او رأی داده اند به سمت ساختار شکنی خواهند رفت. آخوند موسوی لاری وزیر کشور سابق رژیم از باند مغلوب به حسن روحانی هشدار داد اگر به مطالبات کسانی که به او رأی داده اند پاسخ داده نشود، آنها به سمت ساختار شکنی خواهند رفت. وی در مصاحبه با یک رسانه حکومتی این مطالبه را تغییر وضعیت موجود خواند و گفت زمانی که فضای نقد بسته شد و هر نوع انتقادی انتقاد به اصل نظام تلقی شد، فعالان عرصه های مختلف به سوی ساختار شکنی سوق پیدا می کنند. رسانه ها باید خطر را به دولت جدید گوش زد کنند. آن مطالبه تغییر وضعیت موجود در دو حوزه امنیت و معیشت است. مسائلی مانند احترام به کرامت انسانی، حفظ حریم زندگی خصوصی مردم، غیر امنیتی بودن جامعه و رسیدگی به معیشت مردم، روحانی باید به این مطالبات پاسخ بدهد. آخوند موسوی لاری بار دیگر ضمن اندرز به باند خامنه ای از آنها خواست برای حفظ نظام توصیه های آنها را بپذیرند. وی گفت اگر اصولگرایان این پیشنهاد ما را بپذیرند، مرز بین کسانی که اصل نظام را قبول ندارند و آنهایی که بخشی از روش‌ها و کارکردهای مسئولان نظام را قبول ندارند خود به خود مشخص می‌شود. تهدیدات و هشدارهای باند خامنه‌ای علیه آخوند روحانی. کیهان، ارگان ولی فقیه ارتجاع: دولت باید مراقب باشد در حوزه اقتصاد نسخه های لیبرالیستی بر آن تحمیل نشود، خطری که جهتگیری را به انحراف می کشاند. کیهان، ارگان ولی فقیه ارتجاع، با آخوند روحانی هشدار داد خطری که در این میان وجود دارد نسخه اقتصادی تحمیلی به دولت است و در مواجهه با تحریم ها اقتصاد مقاومتی چاره کار است. کیهان در سرمقاله یکشنبه 27 مرداد خود نوشت هرچند دولت اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی استوار کند، ولی اگر خدای ناکرده جهتگیری آن صحیح نباشد، عملا یک نقض غرض رخ می دهد یا بدتر از آن اقدامات اقتصادی دولت اثر معکوس می گذارد. دولت 11 باید مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد نسخه های مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی بر او تحمیل نشود، خطری که جهتگیری دولت در حل مشکلات اقتصادی را به انحراف می کشاند. سابقه در این زمینه بسیار عبرت آموز است. خطر دیگری که دولت 11 باید مراقب آن باشد تا از جهتگیری اقتصادی صحیح به عنوان اولویت اصلی کشور غافل نشود و در میدان عمل آن را محقق کند، شکلگیری احزاب در سایه است، احزابی که کاملاً با منافع باندی و قبیلگی در صدد کسب قدرت هستند و نگاهشان به دولت به عنوان یک دولت موقت است. باند خامنه‌ای در مجلس به مشاور آخوند روحانی هشدار داد نغمه افراطی‌گری سر ندهید و کاری نکنید که همان بلای اصلاحات بر سر اعتدال هم بیاید. به گزارش کیهان، آنها در نامه خود خطاب به اکبر ترکان نوشتند دوره ادبیات تهدید و دیکتاتور معاونه سپری شده است. این نغمه مشابه همان نغمه افراطی دوره خاتمی است. خدای ناکرده با کوک شدن این سازها در اطراف رئیس جمهور نباید همان بلا بر سر اعتدال هم بیاید. آخوند علم‌الهدا از مهره‌های خامنه‌ای در خبرگان ارتجاع و امام جمعه رژیم در مشهد گفت وزرایی که دیروز رأی اعتماد گرفتند بدانند این کشور
کشور قبة الاسلام است و مدیریت این کشور به مدیریت نان و آب خلاصه نمی شود، بلکه در این کشور باید اسلام مدیریت شود.